سلام دوستان، راشل هستم از کانال یوتیوب هوروسکوپ فارسی. اگر که کانال یوتیوب من رو دنبال کنید حتما میدونید که الان 12 تا ویدیو برای ماه اکتبر برای ماه‌های مختلف از فروردین تا اسفند در واقع آپلود شده که دوستان عزیز متولد هر ماه میتونن روی اون کلیک کنن و اطلاعات مربوط به خودشون رو برای ماه اکتبر دریافت کنن. خب البته اینها همه یک در واقع ستاره شناسی عمومیه و ممکنه که برای هر کسی بسته به چارت تولدش شرایط فرق بکنه، اما اون چیزی که برای عموم اتفاق میفته برای متولدین هر ماه الان میتونید ازش اطلاعات خوبی کسب کنید. خب من تصمیم گرفتم یه ویدیو دیگه در واقع برای تکمیل اون ویدیوها ضبط کنم، چون یه مقدار صحبت‌ها طولانی میشد و از حوصله دوستان خارج میشد و همینطور الان توی فصل ماه گرفتگی هستیم هنوز و هنوز اثرات ماه گرفتگی نرفته. خیلی از دوستان با هم صحبت میکردن، میگفتن از نظر روحی حوصله ندارن، خستن، نمیدونن میخوان چی کار کنن، برنامهشون رو نمیدونن، از خونه بیرون نمیرن، با کسی حرف نمیزنن. در واقع میدونید میخواستم این مقدار روی اینها صحبت کنم، گفتم شاید این مشکل یه مشکل شاید که نه حتما خیلی از دوستان الان همین مشکل رو دارن، شاید بتونه این ویدیو بهشون کمکی بکنه. در هر صورت ما هنوز در زمانی هستیم که مرکوری حرکتش نسبت به زمین پس رونده است و بعد از ماه گرفتگی انرژی شدید ماه گرفتگی اگرچه تکونهایی در زندگی میده، اما نتیجه برای ما معلوم نمیشه تا بعد از این حرکت مرکوری، یعنی باید صبر کنیم تا حرکت مرکوری به صورت مستقیم بشه. الان ما هممون حالت برزخ هستیم، یعنی تکلیفمون رو نمیدونیم، چی کار باید بکنیم، چی کار نباید بکنیم، یه مقدار گیجیم، یا ممکنه که بعضی ها اصلا حوصله نداشته باشن، انگار که هنوز رو هوا، نمیدونن میخوان چی کار کنن. به هر صورت باید میدونید یه کاری باید بکنید اما نمیدونید چی کار باید بکنید، چون هنوز مرکوری حرکتش برگشتیه، برابر این صبر بکنید تا زمانی که به حالت مستقیم در بیاد. اگر ویدیوهای قبلی رو گوش بکنید میدونید متوجه تاریخ ها میشین. در هر صورت ما این هفته یک اوورلود انرژی داریم، علاوه بر این که مرکوری همچنان حرکتش برگشتیه، خورشید زاویه 90 درجه با پلوتو درست میکنه. خورشید که در لیبرا هست و این زاویه‌ای که با پلوتو ایجاد میکنه در واقع بیشتر روی ارتباطات، روابط شما، روابط زناشویی، روابطتون با شریک زندگی یا اون کسی که دوستش دارین تاثیر میگذاره و این زاویه زاویه سختی. اگر دوستانی هستن که فیسبوک من رو دنبال کنن متوجه میشن که کدوم زاویه ها زاویه های خوبیه. زاویه 90 درجه در هر صورت زاویه خیلی سختیه. از طرف دیگه مارس و جوپیتر و ونوس رو داریم. اگر ویدیوها رو گوش کنین متوجه میشین که در ماه اکتبر اینا همه در ویرگو کنار هم قرار میگیرن. مارس خودش سیاره پر انرژی، سیاره جنگه، نمیخوام پیشگویی کنم برای جنگ، ولی به هر حال مارس در کنار جوپیتر پمپاژ خیلی قوی انرژی داره میشه از طرف جوپیتر و در حقیقت ما این خیلی وقته که این پمپاژ انرژی برای مارس نداشتیم و حالا خوبه که ونوس کنارش هست و یه مقدار این انرژی رو ملایم تر میکنه. ولی به هر حال وجود مارس در کنار جوپیتر یه مقدار ایجاد خشونت میکنه، ایجاد پرخاشگری میکنه و اینو باید در حالا لول فردی، حالا در مورد لول اجتماعی یا جهانیش نمیخوایم صحبت کنیم، باید در مورد لول فردی و هم تو خانواده خودمون سعی بکنیم که حواسمون باشه که با توجه به این زاویه سختی هم که خورشید با پلوتو داره توی روابط با شریک زندگیتون دچار مشکل نشین. خب از طرف دیگه ما ماه رو داریم که فردا وارد برج خرچنگ میشه و ماه هم سومین زاویه 90 درجه شو برای امسال سومین باره که زاویه 90 درجه با خورشید میسازه و خورشید هم روبروی اورانوسه، ماه متضاد پلوتوه و در واقع یه مربع بزرگ داریم از اورانوس، خورشید، پلوتو و ماه. اینها همه زاویه ها 90 درجه است رو مربعه و در نتیجه خیلی پر استرسه. من فکر میکنم شنبه و یک شنبه باید روزهای خیلی پر استرسی باشه و خسته کننده ای باشه، انرژی سنگینیه و مشکلات زیادی ممکنه که باهاش روبرو بشیم. مارس هنوز زاویه 90 درجه داره با ساترن و ساترن هم با نپتون
در پایسیز یا برج ماهی زاویه 90 درجه داره، یعنی همه این زاویه های 90 درجه با هم باعث میشه که انرژی که در کائنات هست انرژی سختی بشه. الان تنها انرژی قوی و مثبتی که داریم زاویه بین جوپیتر و پلوتو، زاویه 60 درجه است، خیلی هم قویه. به هر حال تمام اینها با هم دیگه نشون دهنده تغییرات بزرگی، تغییرات اساسی که داره اتفاق میفته، باید توقعش رو داشته باشیم و تغییرات همیشه آسون نیست، یعنی بالاخره باید رو به رو بشیم با خیلی چیزایی که برامون شاید روبروی سخت باشه. جوپیتر در ویرگو، متضاد کایران و نپتون در برج ماهی، و جوپیتر هم با ساترن زاویه 90 درجه داره، ساترن توی کمان داره. برای 9 ماه ما این انرژی داریم، برای 9 ماه ما زاویه 90 درجه ساترن و جوپیتر رو خواهیم داشت، و این یعنی کلن سرویس دادن، فداکاری کردن، قربانی شدن، تصمیمات سخت گرفتن. و همونطور که گفتم این تاثیرات هم در لول شخصی دیده میشه، هم در لول اجتماعی و حتی جهانی، و این از الان شروع میشه تا سال 2016 همچنان ادامه داره. سال 2016 اصلا سال راحتی نیست، سال پاکسازیه و این پاکسازی از الان شروع میشه. این پاکسازی یعنی خلاص شدن از همه عادتها و تیرگیهایی که در روح داریم، بیماریهایی که در روح داریم، مثل تنفر و هر حال اون آلودگیهایی که روحمون داره با خودش حمل میکنه. و میگم از الان میتونیم اثرش رو توی ارتباط رابطه ها ببینیم، به خصوص چون خورشید الان در لیبراس 90 درجه با پلوتو، میتونه این پاکسازی از رابطه ها شروع بشه، رابطه های با شریک زندگیمون. به هر حال الان ویرگو خیلی فعاله و زمانیه که ویرگو تشخیص میده، یعنی تشخیص میده که چی برای سلامتی جسم و روحش خوبه، و الانه که میپرسیم ما این سوالات رو از خودمون که این راهی که دارم میرم خوبه برام یا بده، این رابطه برای من خوبه یا بده، این شخص برای من خوبه یا بده، این کار برای من خوبه یا بده، این حرف برای من خوبه یا بده. در هر صورت این خوب و بدهایی که ارزیابی هایی که الان ویرگو داره میکنه، به خصوص مرکوری هم سیاره ارتباطاته و داره الان حرکتش برگشتیه، اونم خودش باز باعث ارزیابی میشه. الان بیشتر ارتباطات و روابط شماست که تحت بررسی خودتون قرار میگیره، و مثلا فکر میکنین که دو هفته پیش من یه حرفی زدم که خیلی شفاف نگفتم، خیلی واضح نگفتم، الان باید برگردم برم درستش بکنم، شفافش کنم. و این شفاف سازی قطعاً با یکم خشم و پرخاشگری همراه میشه، چون مارس 90 درجه با ساترن اونو به پرخاشگری میکشونه. بنابراین من پیشنهاد میکنم که اگر یه همچین شرایطی ایجاد شد، آروم باشین، خودتون رو کنترل بکنید و نگذارید که از کنترل خارج بشه شرایط برای شما. همونطور که گفتم این شرایطی که الان ما داریم توی آسمون، اتفاقاتی، تغییراتی که میفته فقط در سطح فردی نیست. مثلا شما حسابش بکنید الان در سطح جهانی از زمانی که ساترن در سپتامبر وارد کماندار شد، سیل عظیم مهاجرت شروع شد، یعنی پناهنده هایی که از خاورمیانه شروع کردن رفتن به اروپا، دقیقاً وجود ساترن در کمانداره. کماندار یعنی من محیط جدید میخوام، من دیگه نمیتونم این شرایط تحمل بکنم، دنبال محیط جدیده، فکر جدیده، و میخواد که به هدفش برسه. و ساترن در اونجا میگه که پس باید با این تنش ها روبرو بشی، یعنی الان حرکت هایی که داره انجام میشه برای اینکه میخوام که تغییر بدم، چون ساترن در اونجا هست، این تغییرات حتما با سختی، اگر ساترن نبود تغییرات یه مقدار شاید آرومتر انجام میشد. خب از طرف دیگه جوپیتر که سیاره حاکم بر کمان داره و ساترن در کمان داره، ولی جوپیتر در ویرگوه، ولی جوپیتر با ساترن زاویه 90 درجه داره تا سال 2016، و جوپیتر یعنی ایدئولوژی جدید، فکر جدید، عقاید دینی جدید، عقاید فلسفی جدید، ارتباطات خارجی جدید، و این دقیقا همون زمانیه که الان اروپا داره با این مسئله روبرو میشه و با عقاید جدید، با دین جدید، فرهنگ جدید،
داره در شروع میشه و میگم ادامه داره این همچنان تا سال 2016 تا یک سال ما همین داستان ها رو داریم و این خیلی سخته چون ساترن اونجاست، همه میخوان بگن که نظر من درسته، عقیده من درسته، باور من بهترین باوره، من نظرمو تغییر نمیدم، تو عوض کن، من نمیخوام دیدم و وسیع کنم، خیلی متشکر، اعتقادات خودم خیلی هم خوب و من ازش راضیم. و چون مارس هم در اینجا داره شارژ میشه با ساترن زاویه 90 درجه داره، در نتیجه برخوردهای شدید و در واقع به خاطر باورها و نظرات دینی شروع میشه. خب از طرف دیگه ما ساترن رو داریم با زاویه 90 درجه داره با نپتون در ماهی. نپتون در واقع سیاره حاکم بر ماهیه و وقتی که بعد در برج ماهی، یعنی توی خونه خودش هست، نپتون خیلی قدرتمند میشه و انرژیش خیلی بالاست و اونجاست که وقتی که زاویه 90 درجه میگیره با ساترن، دیگه شما احساساتتون شروع میشه، احساس میکنید که این امنیت ندارید، احساس میکنید که این خونه خونه نیست، احساس میکنید که اینجا جای من نیست، احساس میکنید که احساس آرامش ندارین. این شروع میشه از الان تا دسامبر خیلی بیشتر میشه چون زاویه بین ساترن و نپتون شروع میکنه تنگ تر شدن و سخت تر شدن و این چالش های بزرگتر ممکنه باهاش روبرو بشیم و میتونیم بگیم که خیلی تاریکتر و عمیق‌تر ممکنه بشه. اما خب من اینا رو نگفتم که ناامید بکنم ازون، در واقع میخوام صحبتام به اینجا برسونم که حالا فرض کنین که همه شرایط داره سخت میشه و استرس داره ایجاد میشه، همه جا داره تاریک میشه، حالا ما چیکار کنیم؟ ما هم بگیریم بخوابیم یا چه قصه بخوریم که این اتفاقات داره میفته؟ برعکس میخوام بگم که مثلا وقتی که هر کدوم از ما وارد یه اتاق تاریک میشیم چیکار میکنیم؟ اولین کاری که به فکرمون میرسه اینه که دنبال پریز برق میگردیم که کلید برق رو بزنیم چراغ روشن کنیم. پس الان وقتیه که ما باید چراغ روشن بکنیم، یعنی این چراغ روشن کردن رو بعد از خودمون شروع کنیم، یعنی ما باید نور بشیم، ما باید اول نور رو پیدا کنیم و در خودمون این نور رو حفظ کنیم، پرورش بدیم تا بتونیم به دیگران هم در روابطمون، ارتباطاتمون نور بدیم و جامعهمون رو، اون محیطمون رو بتونیم روشن بکنیم، ما بتونیم اون شخص هدایت شده در اون جامعه باشیم. و برای اینکه این نور رو دریافت بکنیم باید کانکت بشیم به منبع نور. حالا منبع نور کائنات هست، خداوند هست، مسیح هست، فرشته ها هست، هر کدومی که اعتقاداتتون، به هر حال سعی کنید به اون منبع اصلی نور، به اون گرمای در واقع جهان، به اون چیزی که انرژی مطلق هست، باید به اون کانکت بشین، نه اینکه توی عمق افسردگی فرو برید و روی کاناپه بخوابین، تلفن جواب ندید، از خونه بیرون نیاین، هیچ کس هم نبینید. این زمانی که باید بلند شین، روی پا بیستین و حقتون رو طلب کنید، یعنی باید بخواین خودتون تغییر بدین. ولی حالا اینجا این قسمتی که میخوام بگم در واقع از استاد کایپاچا هست که میگه وقتی که میخواین تصمیم مهمی در زندگی بگیرید باید ذهن را آرام کنید با نفس کشیدن آرام و عمیق و تسلیم شدن به دیواین، یعنی اراده الهی، اون چیزی که از خدا هست. یعنی ذهن رو آرام بکنید وقتی میخواین تصمیم بگیرید و بعد تسلیم اراده الهی بشین. من اینجا میخوام در مورد کلمه تسلیم حالا یه صحبتی بکنم، به خصوص برای ما ایرانی ها. در واقع این تسلیم یعنی این که یه پرچم سفید برداریم بگیم آقا من غلط کردم، شما راست میگین و من کوتا میام، هر کار شما میخوای بکنی بکن، این میشه تسلیم. و ما در واقع به نظر من توی فرهنگ ما تسلیم یه جورایی یعنی اوکی من قبول میکنم که من باختم و عقب میکشم، اما تسلیم معناش این نیست. تسلیم شدن به در واقع اون چیزی که فکر میکنیم برای ما داره کائنات، خداوند، فرشتگان، مسیح برای ما رقم میزنه، این نیستش که ما عقب بکشیم. در واقع اینیه که بدونیم که اون اراده چیه و از ما چی میخوان. یه موقعی در واقع اراده خداوند در اینه که ما باید خیلی گفتگو محکم و قوی و اساسی داشته باشیم با فلان شخص و مشخص بکنیم که حد و حدودت چیه و احساس راحتی و امنیت در خودمون ایجاد کنیم. تا حالا من میترسیدم، نگران بودم از این که با این شخص روبرو بشم، میترسیدم که عصبانی بشه، میترسیدم که من ناراحت بشه، میترسیدم که به من ضربه بزنه، برگرده اذیتم بکنه. اما در این شرایط اگر تسلیم
الهی هستیم، یعنی باید ترس ها رو پشت سر بگذاریم و با قدرت روی نگرانی بیستم، پاهمو بگذارم روی نگرانی هام و این گفتگوی سخت رو انجام بدم. این ایمیلی رو که نمیخواستم بزنم اذیتم میکرده الان باید بفرستم، یا اینکه با وکیلم باید در رابطه با فلان مشکل حتما جدی صحبت بکنم. اینجوریه که اون موقع ما تسلیم مشیت الهی میشیم. منظور من این نیست که حالا حتما باید این کارو بکنیم، ولی تسلیم الهی شدن حتما یعنی باختن نیست، اینکه چیزی که حتما باید حالا من چیز رو ببازم. برعکس معناش اینه که یعنی باید بیس قدرتم رو افزایش بدم، هوشیاری ذهنیم رو گسترش بدم، فیلد مغناطیسیم رو افزایش بدم، پس سوء تفاهم نشه که یعنی من یک گوسفندم در واقع بخوابم تا منو قربونی کنید. نه، این معنی تسلیم خداوند شدن نیست و در واقع معنی صحبت من نیست. معنی صحبت من اینه که ما باید به منبع اصلی کانکت باشیم تا متوجه بشیم که اراده‌ای که برای ما در نظر داره میگیره تصمیم‌ها چیه و خارج از ذهن خودمون، خارج از غرورمون، خارج از عصبانیت خودمون، خارج از خشممون، خارج از قضاوت درونیمون بتونیم اون چیزی رو که میدونیم اون منبع بالاتر از ما میخواد اون رو انجام بدیم. و برای اینکه در واقع مطمئن باشیم که اون تحول روحی و اون ارتباط روحی هستش که داره این کار رو میکنه، ما باید مدیتیشن کنیم و کانکشنمون رو قوی تر کنیم. پس تسلیم ترس هامون نباید بشیم، تسلیم گذشته نباید بشیم و همونطور که گفتم الزاماً نباید چیزی از دست داده بشه، اگرچه که ممکنم هست که چیزی از دست بدید. یعنی وقتی که قرار میشه که تسلیم باشید و اون چیزی که براتون داره پیش میاد رو بپذیرید، اون موقع شاید مجبور بشین که یه چیزی رو از گذشته رها کنید و بذارید بره، بگن چون اینو رها کن برو جلو و بیا بیرون از این وضعیتی که داشتی. حالا میتونیم در واقع از اون گذشته تجربه کسب کنیم و برای ساختن یه آیندهی روشن و خلاقانه از اون استفاده بکنیم و میتونیم آیندهی روشنمون رو بهش نگاه کنیم. خب از طرفی هم میتونیم از این حرکت برگشتی مرکوری استفاده کنیم و افکار و عقایدمون رو ارزیابی کنیم، چون که افکار و عقاید ما رول خیلی اساسی تو زندگی ما بازی میکنن. اینی که من چطور به دنیا نگاه میکنم یا واقعیت رو تفسیر میکنم همه برمیگرده به باورهامون. ما تفسیر میکنیم با استناد به باورهامون و این باورهای ناخودآگاه تأثیر میذارن روی آگاهی ما. یعنی این باورها در ضمیر ناخودآگاهمون هستن و الان اونها با توجه به اونها ما هر چیزی که میبینیم در زندگی برداشت میکنیم. باز به قول استاد کاپاچایا، یکی از این باورهایی که توی ذهن ما هست همیشه هزاران هزار سال با خیلی از انسانها اومده، این باور غلط هست که این کافی نیست، این خونه‌ای که دارم کافی نیست، این پولی که دارم کافی نیست، این لباس کافی نیست، منابع کافی نیست، غذاها کافی نیست، کافی نیست، کافی نیست، کافی نیست. این باعث شده که ما خودخواه بشیم، تمکار بشیم، خودمون رو تو اولویت قرار بدیم، اول من، بعدم من، که من کم نیارم. و در واقع این باور در ضمیر ناخودآگاه ما انسانیت رو به لجن کشونده و روی مسائل سیاسی، شخصی، مالی، سرمایه گذاری، روابطمون، سکس، احساسات، رو همه اینا تأثیر گذاشته که این کافی نیست، این برای من کافی نیست. خب بهتر که این بحث رو همینجا ببندم، دیگه نمیخوام بیشتر از این در مورد باورهای اعتقادات صحبت کنم، فقط این که در این مدت به خاطر وجود ساترن و زاویه 90 درجهش با جوپیتر، زاویه 90 درجه ساترن با نپتون، این رویارویی با ترسها، نگرانیها و عقایدمون رو خواهیم داشت و از الان هوشیار باشیم و سعی کنیم که آگاهی ذهنیمون رو افزایش بدیم و اینکه در برابر مشکلات و اتفاقاتی که میفته خونسردیمون رو حفظ بکنیم و سعی کنیم که لول ذهنیمون رو در یک لول پایدار نگه داریم. من اینجا میخواستم براتون یه تکنیکی از تکنیک یوگای کندولینی رو بگم که خیلی کمک کننده است و تحت هر شرایطی میتونید اون رو انجام بدید، توی ماشین هم نشسته باشید میتونید انجام بدین و خیلی بهتون کمک میکنه تا از نظر ذهنی به وضعیت پایدار برسید. خب میتونیم همینجا با هم تمرین بکنیم. چشماتون رو ببندین،
انگشت وسط و انگشت اشاره رو روی پیشونی بین دوتا ابرو، در واقع روی چشم سوم قرار بدین. با شستتون قسمت سمت راست بینی رو ببندین و با سمت چپ بینی شروع کنید به دم و بازدم خیلی عمیق و آرام. خب با هم تمرین میکنیم. بعد از اینکه با سمت چپ نفس کشیدید، حالا با انگشت دوم، انگشتی که کنار انگشت کوچیکتون هست، میتونید سمت چپ بینی رو بعد ببندین و با سمت راست شروع کنید به دم و بازدم خیلی عمیق و آرام. وقتی که این کار رو انجام دادید تا 10 بار به صورت متناوب تکرار کنید، یعنی با قسمت راست بینی نفس بکشین، با قسمت چپ بینی نفس بکشین. این کار رو که انجام میدین کمک میکنه تا نیمکره راست و چپ مغز هر دو با هم به تعادل و بالانس برسه و از نظر ذهنی به یک شرایط متعادل برسین. هرچی که این کار رو بیشتر و آرومتر انجام بدید بیشتر کمک کننده است و هرچی که تمرین های یوگا رو هم بیشتر کنید و سعی کنید که تمرکز داشته باشین و دیگه تمرین های به خصوص یوگای کندولینی خیلی کمک کننده است، میتونید زودتر به مرحله تعادل برسید. مثل اینه که در واقع شما برای خودتون یه هویت تثبیت شده روحانی ایجاد میکنین. مثلا مثال بزنم، مثل کسی که مثلا اونور رودخونه برای خودش یه کلبه ساخته، هر وقت میخواد سوار میشه سریع خودشو به کلبش میرسونه و دوباره برمیگرده. وقتی که یک بنای روحانی تثبیت شده داشته باشید مثل اون کلبه، هر وقت بخواید میتونید سریع به کلبتون برین و وقتی که تمرین میکنین کم کم میتونید این هویت روحانی رو تثبیت کنید و تحت هر شرایطی خیلی سریع خودتون رو برگردونید به تعادل ذهنی. خب فکر کنم برای امروز کافی باشه براتون. امیدوارم که این ویدیو کمک کننده باشه و بتونه بعضی از سوالاتتون رو جواب بده. براتون آرزوی بهترین ها و موفقیت روزافزون میکنم.